در این فایل ویدئویی به زبان ساده میخوام در مورد مقاومت ها صحبت کنم، پس با من همراه باشید. اوه از نام گیورگ سیمون اوه، فیزیکدان آلمانی که رابطه بین ولتاژ، جریان و مقاومت را مطالعه کرد نامگذاری شده، کسی که قانون اوه هم تدوین کرده. مقاومت بر حسب اوه اندازه گیری می شود که نماد آن با حرف یونانی اومگا مشخص می شود. مقاومت معیاری برای مخالفت با جریان در مدار الکتریکی است و نه تنها برای کنترل جریان، بلکه برای توزیع یا تقسیم ولتاژ در یک مدار استفاده می شود. مدارهای الکترونیکی یا عبارت ساده تر اجزای مدار برای اینکه تحت شرایط مناسب کار کنند نیاز به یک ولتاژ کاری مناسب دارند که به وسیله مقاومت فراهم می شود. مقاومت ها از موادی ساخته می شوند که در هنگام عبور جریان از خود مقاومت نشون می دهند و انرژی الکتریکی اضافه را به گرما تبدیل می کنند. به این ترتیب مقاومت ها می توانند جریان را در سراسر یک مدار کنترل کنند، مانند المنت بخاری که هر روز توی خونه هامون استفاده می کنند. همه این مواد تا حدی در برابر جریان مقاومت کنند که به یکی از دو دسته کلی زیر تقسیم می شه: رسانه ها یا هادی ها. موادی که مقاومت بسیار کمی دارند و الکترون ها می توانند به راحتی حرکت کنند، به عنوان مثال نقره، مس، طلا، آب و غیره. عایق ها یا نارسانه ها، موادی که مقاومت بالایی دارند و جریان الکترون ها را محدود می کنند، مثل لاستیک، کاغذ، شیشه، چوب، پلاستیک و غیره. اندازه‌گیری مقاومت معمولاً برای نشان دادن وضعیت یک قطعه یا یک مدار انجام میشه. بر فرض مثال دو تا حالت داریم. هر چه مقدار مقاومت بیشتر باشه، جریان کمتری عبور پیدا میکنه و اگر به طور غیر عادی بالا باشه، یکی از علل احتمالی میتونه به دلیل سوختن یا خوردگی باشه. همه هادی‌ها درجاتی از گرما رو منتشر میکنن. بنابراین گرمای بیش از حد مشکلی که اغلب با مقاومت ها همراهه. و در حالت دوم هرچه مقاومت کمتر باشه جریان بیشتر در حال عبوره. همچنین در تصویر بالا نگاه میکنید، جریان عبوری کمتر، مقاومت بیشتر. در تصویر پایین جریان عبوری بیشتر و مقاومت کمتر. به زبان ساده مقاومت از دو طریق جریان اضافه را تبدیل به گرما میکنه: طولانی کردن مسیر و دست انداز. حالا بیشتر توضیح میدم. اگر حرکت الکترون سه حالت داشته باشه، حالت اول حرکت عادی الکترونه که به سرعت در حال حرکت، حالت دوم دست انداز که با ترکیب موادی خاص در حرکت الکترون دست انداز ایجاد میکنیم تا انرژی اضافه را به گرما تبدیل کنیم، و حالت سوم طولانی کردن مسیر الکترونه که باز هم انرژی اضافه را تبدیل به گرما میشه. قبلش میخوام در مورد یک کلمه که بارها استفاده میشه و هیچ کس برای شما توضیح نمیده توضیح بدم. اگر انواع مختلف مقاومت توی اینترنت یا هر جای دیگه بخونید با این کلمات روبرو میشید: مقاومت فیلم کربنی، فیلم اکسید فلزی، فیلم فلزی. اصلا فیلم چیه؟ اگر شما کلمه فیلم رو در دکشنری بزنید به ترجمه های مختلف روبرو میشید. یکی از این ترجمه ها اینه: نوار، انعطاف پذیر نازکی از پلاستیک یا مواد دیگه. نوار با سیم فرق داره. چه فرقی داره؟ از نظر سطح مقطعی سیم سطح مقطعش گرده، سمت چپ دارید مشاهده میکنید، نوار سطح مقطعش مستطیلی شکلی. پس فیلمی که توی انواع مقاومت ها استفاده میشه که بعداً توضیح میدم که از نظر داخلی به چه شکله، این فیلم منظورشون نواره. حالا بریم ببینیم داخل مقاومت ها چطوری تشکیل شد. مقاومت های کربنی که با ترکیب ذرات کربن، گرد سرامیک تشکیل می شوند. سپس دو پایه و یک روکش به آنها اضافه می شود که شکل ظاهر مقاومت ها به این شکل. اگر یک سیم فنری را به آن دو پایه اضافه کنیم میشه مقاومت سیمی، که اینم اشکال متفاوتی داره. اگر یک نوار فنری به آن دو پایه اضافه کنیم چی میشه؟ میشه مقاومت فیلمی. پتانسیومترها و رئوستات‌ها که جزء مقاومت‌های متغیر هستند و مقدار مقاومت آنها قابل تغییره، مثل بروم رادیوها. سه نکته: مقاومت کربنی با ایجاد دست انداز
انرژی اضافه را به گرما تبدیل می‌کنه، اما بقیه مقاومت‌ها با طولانی کردن مسیر. دو مقاومت پایین، یعنی مقاومت سیمی و فیلمی. اگر توجه کنی یک لوله مانند شکل داخلش قرار می‌گیره. نقش این در اصل دفع حرارت. 3 مقاومت‌های کربنی، مقاومت‌های سیمی و مقاومت‌های فیلمی مقدار مقاومتشون ثابته، پس جزء مقاومت‌های ثابت هستند. ولی پتانسیومتر و رئوستات‌ها جزء مقاومت‌های متغیر هستند و مقدار مقاومتشون قابل تغییره. تمام اینها که توضیح دادم فقط برای اینکه کاملا بدونید مقاومت به چه صورت کار میکنه. ولی چون هدف اصلی ما تعمیرات و طراحی مدار، اصلا برای ما اهمیت نداره که چند مدل مقاومت داریم. و چیزی که اهمیت داره اینه که اولا بتونیم تشخیص بدیم اون قطعه مقاومته، و دومیش اینه که از سالم یا خراب بودن مقاومت مطمئن بشیم. در مرحله اول که تشخیص مقاومت فارغ از شکل ظاهرشون که کاملا مشخصه، کلمه اختصاری R بر روی برد هاست. و مرحله دوم استفاده از مولتی متر، که در فایل بالا طریق استفاده از مولتی متر را برای شما آماده کردم. در اینجا R37 نشون دهنده اینه که 37مین مقاومت بر روی این برده، یا سمت راستش R36 36مین مقاومت این برده، و اون C نشون دهنده خازنه. و برای اینکه بدونید خازن چیه و چرا ما استفاده میکنیم در مدارمون، میتونید به فایل بارا مراجعه بکنید. مقاومت های SMD هم از فیلم درست شده. مگه میشه؟ توضیح میدم. در تصویر مشاهده میکنید لایه خاکستری رنگ یا سابستریت ما، لایه که جهت دفع حرارت از اون استفاده میشه. و در تصویر سمت چپ اگر یه مقاومت SMD را از نظر طولی برش بدیم و زیر میکروسکوپ قرار بدیم، با فیلم های بسیار طولانی روبرو میشیم که از ترکیب طولانی کردن مسیر به علاوه یه فیلم ساخته شده است. حالا میخوام در مورد دو تا از مفاهیم صحبت بکنم. وات مقاومت. هنگام استفاده از مقاومت، اگر جریان عبوری از مقاومت افزایش یابد، مقاومت مقدار گرمایی را دفع میکنه. اگر این مقدار از یک مقدار بحرانی خاص عبور کنه، مقاومت ممکنه آسیب ببینه که حداکثر توان قابل تحمل توسط مقاومت به واسطه وات تعیین میشه، یا به زبان ساده تر میزان قدرت مقاومته که اگر از این مقدار افزایش پیدا کنه، مقاومت ما میسوزه و از کار میافته. مفهوم بعدی ضریب دمای مقاومته. مقادیر مقاومت ها در هر دمایی غیر از دمای استاندارد، تو پرانتز معمولاً 20 درجه یا 293 کلوین مشخص میشه که با پی پی ام کا نشونش میدن. بر فرض مثال اگر مقاومت ما 5 پی پی ام کاه، یعنی به ازای افزایش دمای 1 کلوین، مقدار مقاومت ما 5 اوم افزایش پیدا میکنه. و بحث آخرمون محاسبه مقدار مقاومت هست. اول در مورد مقاومت های SMD صحبت میکنم. در دسته اول اگر روی مقاومت ما یک سری اعداد نوشته شده بود، تمام رقم های عدد حک شده روی مقاومت ها به غیر از آخریه می نویسیم که در اینجا 22 را می نویسیم، و رقم آخر ما میشه تعداد صفرهای جلوی اون عدد میشه که در اینجا ما یه 22 می نویسیم، عدد آخری 3 هست، در نتیجه 3 تا صفر می ذاریم جلوی 2 که میشه 22000 اوم یا 22 کیلو اوم. تمام اعداد را می نویسیم به غیر از رقم آخر. در اینجا 820 را می نویسیم. رقم آخر یعنی تعداد 2 صفر به عددمون اضافه میشه که عدد ما میشه 82000 اوم. در دسته دوم اگر روی مقاومت ما کلمه R هک شده بود، R به معنی ممیز هست که در اینجا 4.7 میشه. و مثال دیگه، R همیشه ممیز روی مقاومت ها که میشه 22 صدم اوم. و دسته سوم که 0 اوم، فرق نداره 1 صفر باشه یا 3 صفر باشه، مقاومت اون 0.
و دسته دیگر از مقاومت ها که با رنگ مشخص میشه به شامل 3 بند، 4 بند، 5 بند و 6 بنده که من به صورت نمونه اولیش که 4 بنده با برای شما توضیح میدم. بقیه مقاومت ها به همین شکل محاسبه میشه. همونطور که دارید مشاهده میکنید رنگ زرد عدد 4 توی جدول، بنفش عدد 7 و یک رنگ مونده بند آخر قرمز رنگ عدد 2 را داره نشون میده، یعنی تعداد 2 صفر رو ما بعد جلوی عدد مون بذاریم که واحدش اوهمه، 4700 اوهم یا خلاصه تر 4.7 کیلو اوهم. بند آخر تولرانس این مقاومت رو ما نشون میده که بند خاکستری 10% رو ما نشون میده. اگر بر حسب کیلو اوم حساب بکنید این مقاومت با این رنگ ها چیزی بین 5.17 کیلو اوم تا 4.23 کیلو اوم تولرانس داره و تغییر پیدا میکنه. و بند آخر که روی مقاومت های 4 بندی وجود نداره ضریب دمای مقاومته که با پی پی ام کا نشونش میدن. خوشحالم که تا اینجای ویدیو با من بودید. هر نظری پیشنهادی دارید دریغ نکنید و جهت حمایت از بنده سابسکرایب و لایک یادتون نره.